سلام بچه ها، چطوری؟ سلام بچه ها، خوب هستین؟ خوبین بچه ها؟ مون راستی چجوریه؟ موات خوبه، الان تازه داره میپرسه بچه ها راستی الان ما چجوریم؟ بهتر شدیم؟ دوتا چهره سافت میبینید، سافت و نرم و لطیف و به خاطر این نورا چون که اومده دیگه این پارچش رسید و الان سافت باکس نظر بدید ببینیم که سافت شدیم یا نه. قاعدتا باید بهتر شده باشه چون ما پول خرج کردیم. همون همونطور که حد زدم زری قبل یا عالمه ایرانی های با غیرت بهشون برخورد. چون ما ایرانی هستیم. چرا گفتی این شهر را بدن؟ آقا من نگفتم. خود آلمانی ها گفتم، ما فقط ترجمه کردیم روخانی. نمیدید من اصلا نیچ کارم. الان هم میخواییم بکنیم، ولی امروز یه موضوع خیلی جالبی داریم. امروز میخواییم پرچم رو ببرید بالا. بله بیاید بله. حالا تعریف بله. بهترین شهرهای آلمان برای خارجی ها، برای مهاجرین. برای مهاجرین البته به نظرم یه نکته رو لازم میدونم خدمتون عرض کنم. دوستان این آمارگیری ها که میکنن منظور از خارجی در واقع خارجی واقعی بلوند و اینا هن. آخه اینا به ما اینجا نمیگن خارجی. یه دوستی اومده بود گفته بود بله ویزن پرزا ویزن کن آسلنده. یه دوستی اومده بود یه بار گفته بود که اونجور که افغانستانی ها تو ایران جایگاهشونه و مردم باشون برخورد میکنن، اینا ایرانی هم تو آلمان اونجوری هن. نه واقعا اینجوری نیست، ولی ما اینجا باز هم خارجی حساب میشیم نسبت به اون خارجی ها، اون خارجی تر تر ها. خارجی تر تر ها. این آمارا در واقع یه جورایی از اونا گرفته میشه دیگه. ماها رو کلا خاورمیانه رو خیلی حساب نمی کنن تو این بازی ها. ولی حالا یه چیز کلیه دیگه، میشه گفت محمد. اگه نمیشه گفت برای چی داریم میسازیم؟ واسه چی؟ میگم یعنی آقا منطقی به این چیزا فکر کنید. و اینکه یکی هر کسی تو این یوتیوب اومده نشسته اینجا حرف میزنه حرفش اصلا سند نیست. یه تحقیقی که ما مثل ما اومدیم رفتیم یه 2 ساعت 3 ساعت تو اینترنت گشتیم این متن رو درآوردیم. نیومدم کل زندگیمو بذارم پای این موضوع، تحلیل ها و یه اساسی آماری من درارم با کدوم کارمند با کدوم شرکت من بیام این کار. این الان یه فکت بود که گفتی چون واقعا همینجوریه دیگه. کلن استناد نکنید، بیشتر به جنبه فان و سرگرمی اینا رو نگاه کنید و حالا شاید هم به درد بخوره. یعنی مثلا شاید هم راست باشه ولی شاید 100% نباشه. کلن شما تو این یوتیوب، خودم دارم تو الان تو یوتیوب ویدیو میذارم، ولی تو این یوتیوب به هیچ کس شما اعتماد نکنید. آقا من خودم دارم اینو میگم جون یک کلام ختم کلام. چون هیچ کس تو این یوتیوب نه دانشمندی اومده بشینه اینجا پای میکروفون و همه هم که ماشاءالله از دم پادکسته. آخه تو عمرت کلن 5 تا کتاب خوندی، پادکسته چی؟ همه از دم انگار شده مد. آقا استناد نکنید. اوکی حرف من اینه. نه خب چیز مستند و علمی هم پیدا میشه تو یوتیوب، بازم قابل استناد نیست. مثلا دکترا رو میارن راجع خب... به موضوعی صحبت میکنن. دکتر کل خب زیاده، من کجا بدونم این دو والا تو همه رشته ها آدم و درب و داغون هست. دلیل نمیشه چون یارو دکتره، چون یارو نمیدونم خواننده است بعد مثلا راجع به سیاست داره حرف میزنه. آقا میخوای بالاخره چهار بزنی یا نه؟ فشارم ندید منو، فشاری میشم. بچه ها ویدیومونو شروع میکنیم با یاد و نام خدا. شماره 4، چهارمین شهر مناسب و عالی آلمان برای خارجی ها مهاجرین شهر فرانکفورته. فرانکفورت ام ماین، چون دوتا فرانکفورت، یکیش نزدیک برلینه که کثافت خونه، اصلا اون برا نرید. این فرانکفورت ام ماین اونیه که غرب برلینه و معروف کلن به فرانکفورت بین ایرانی ها. که گفتن اینجا هر خارجی بره به طور قطع کار پیدا میکنه. پایتخت اقتصادی آلمان هم هست دیگه. چی؟ دارم گوش میدم الان من حرف بزنم میگن تو همش تو داری حرف میزنی. بذار خانم الان من یه تیک حرف زدم منتظر جناب عالی هم. تو لیست بهترین شهرهای دنیا رتبه 49 رو گرفته و جالبه که کلن 50 کلن 50 بعدش مونیخ 51 یعنی مونیخ دوتا پایین تر از فرانکفورت ام ماینه. خیلی جالبه. جالبتر از اون اینه برلین 61 تو این لیست.
فکر میکردم که برلین پایین باشه، ولی فکر نمیکردم که شهر مونیخ پایین تر از این دوتا باشه. آره. پایین تر از کلن باشه و فرانکفورت. من اصلا فهم میگم تو آلمان باشه. شاید اولی باشه. آره. مونیخ. خیلی عجیب. مونیخن. واقعا عجیبه. ولی خب یه سری معایب هم داره که باعث شده تاپ لیست نره، اینه که امنیتش پایینه و پر تزریقی و مخصوصا تزریقی از نوع تزریقی. یعنی اجاره خونه هم بالاه. اون الان البته دیگه فکر کنم کل آلمان من جای سراغ ندارم که ارزون باشه و هر هانوفر جا ارزون بوده نسبت به قبل گرونتر شده. آره. ولی هانوفر هنوز با 400-500 میشه خونه اجاره کرده. برلین واقعا با 700-800 یه اتاق شد از یه خونه، نه که یه اتاق یه خونه یه اتاق، نه یه اتاق از یه آپارتمانی شاید بتونی اجاره کنی. شماره 3 شهر هامبورگ. بله، در این رنکینگ بهترین شهرهای آلمان سوم شده به خاطر اینکه شغلای جذابی تو هامبورگ پیدا میشه. حمل و نقل عمومی شهرم خیلی خوبه. واقعا خوبه. و کلن این شهر از لحاظ پاکیزگی هم یک رتبه خیلی خوبی رو گرفته تو آلمان. آره. پاکیزگی محیط زیست بالایی داره. با اینکه آب و هواش جز بدترین آب و هوای آلمان شده، لندن آلمان بهش میگن، ولی از لحاظ کیفیت زندگی میتونه کیفیت بالایی رو بگیره، رتبه سومو گرفت. آره، میگن اصلا کسی هامبورگ بدون بارون یادش نمیاد، انقدر انگار اونجا بارونه. ما خودمونم کلا 3 روز 4 روز اونجا بودیم. همش بارون بود همون چند روزی. آره، که اونجا بودیم. بارون بود یا حالت مثلا ابری و آره. ولی برای چیزا بیزینسمن و اینا هم میگن خوبه انگار هامبورگ. آره دیگه. البته به فرانکفورت، چون فرانکفورت اصلا مهد فینانسه. چی میشه؟ اقتصاد. تمام این برج‌ها اینا مثل منهتن نیویورک اینا هم تو فرانکفورته. رتبه دوم بهترین شهرهای آلمان میرسه به شهر در کمال ناباوری دوسلدورف. بله. دوسلدورف. آره. گفتن که هر خارجی بره دوسلدورف از کیفیت بالای زندگی اونجا سورپرایز میشه. آره، اوباغاشت شده از بس کیفیت زندگی بالاه. برای خودم هم جالب شده این شهر رو ببینم. میگن انگار مهد مدم هست. آره همه میگن حالا دیگه. و اینکه میگن کلا هر کی اونجا تو خیابون آدم مادی هم میگرده خوشتیپه. چیزی که تو آلمان اصلا نداریم ما. آلمانی خوش لباس، خوش تیپ هستن ولی خوش لباس اصلا نیستن. خوش تیپ هستن. آره واقعا اهل تحرک و خوش تیپی و اینا. هیکلا همه میزون، واقعا فیت، قشنگ، جذاب، چربی، ولی لباسا. بعد میگن امنیت شغلی بالایی داره و work life balance خوبی داره، که این خیلی مهمه به نظر من. اره. یعنی اونقدر که کار میکنی هم قدم بتونی زندگی بکنی و خیلی راحت هم میگه میتونی نسبت به جای دیگه دوست پیدا بکنی. آره این نکتهش خیلی جالبه. نسبت به این شهرهای اصلی آلمان بزرگاش راحت یه کامیونیتی برای خود میتونی جور کنی. البته فکر کنم منظور از ارتباط اینا پیدا کردن پارتنری اینا هم شاید باشه. آره دیگه به طور کلی. به طور کلی. یعنی اگه مجردی برو دوسلدورف شانس بیشتری. برلین که اصلا نیست. برلین فقط برای یه شب همو میخوان. اینجا خیلی بدخلاق. حالا شهر اول سورپرایز اصلی شهر اوله. آره واقعا من اصلا فکر نمیکردم این تو مکان اول باشه. بعدم باورتون نمیشه. تو این سایت این به زبان آلمانی خب ما اینا رو خونیم. یه سری جملات و کلمات هست تو آلمانی واقعا آدم نمیدونه اینو چجوری تو فارسی بیان کنه. نوشته کلاین گروسش داد. کلاین میشه کوچیک، گروسش داد میشه کلان شهر. یعنی کلان شهر کوچک. کلان شهر کوچک. خب کلان شهر اگه چرا کوچکه؟ 260,000 تا هم جمعیت داره. عجیبه واقعا این کلمه. و اون چه شهریه؟ شهر آخن. شهر کوچیک بزرگ آخن. کلان شهر کوچک آلمان شده. رتبه اولو گرفته تو کیفیت بالای زندگی. فاصله خیلی زیاد محبوب ترین شهر شده برای خارجی ها. 89% خارجی هایی که تو این شهر زندگی کردن هیچی وقت شکایت از هیچ چیز این شهر نمیگه. میشه اصلا عجیب غریبه تو رنکینگ جهانی حتی بالاتر از توکیو و سیدنی شده. تا الان برو از مردم مثلا هر شهری که خودشون ساکن اونجا هن آمار بگیری فکر کنم 89% رضایت کامل داشته. اصلا
خارجیاش گفته فقط خارجیا گفتن ما راضییم هیچ شکایتی هم نداریم. خیلی عجیبه. Work life balance. Life balance خیلی بالایی داره. امنیت شغلی و ارتقای شغلی. ارتقا شغلی خیلی اونجا راحت تر میگیری و اینکه کلن یکی از بهترین شهراست برای شغلهای شهری. حالا منظور شغل شهری یعنی مثلا کشاورزی نه، آره. دامداری نه، اینا نه، شغلهایی که برای یه شهر خیلی جالبه. چون اصلا واقعا فکرشو نمیکنم یه همچین شهر مرزی و کوچیکی یه همچین درجه ای رسیده باشه. از لحاظ اون ورک لایف بالانس تو دنیا، تو دنیا رتبه اولو داره و کلن تو دنیا رتبهش هم 11 بالاتر از سیدنی و توکیو. اصلا نو گفتم گفتی؟ آره من الان دیدم آخه دوباره دیدم پشمام ریخ. مگه میشه یه شهر به این کوچیکی؟ واقعا اصلا خیلی عجیب و خیلی هیجان انگیز. واقعا دوست دارم شهر رو ببینم. آره حالا جالبه اون موقع که ما میخواستیم بیایم آلمان یکی از شهرهایی که انتخاب کردیم که مثلا بریم آخن بود. دلیلش هم نزدیکی به بلژیک بود که حالا اون یه داستانی داشت که دیگه نشد بشه. نشد بشه و نرفتیم و اومدیم. حالا پشیمون هم نیستیم که اومدیم برلین. برلین هم خیلی دوست. ببین کل این لیستو ما هم برلین نگه میدارم. فقط برلین بری زور بره این لیستو بری زور بره فقط برلین چسب میکنم خودم برات. مجبورم چیکار. و تهران هم بگو. تهران هم رفتیم پیدا کردیم. آره برامون سوال شد آقا این شهرهای آلمان تو این همه هم تو ردبندی جهانی هن. تهران تو جهان چندومه؟ و واقعا از آخر چهارم شده. پلکوپر هم ریخ به خاطر آلودگی هوای خیلی بالایی که داره و به خاطر نابرابری اجتماعی خیلی بالایی که داره. حالا این نابرابری اجتماعی شامل پیدا کردن شغل هست، اجاره خونه هست، پیدا کردن خونه هست، نمیدونم درآمد هست، کیفیت زندگی هست، کیفیت محصولات، همه چی توش به مساوات نابرابری تقسیم شده. وای اصلا خیلی ناراحت کننده بود. پشمامون ریخت واقعا. چهارم از آخر. آخرین هم خیلی واسم جالب بود که ببینم آخرین دیگه کی شده. مانیل فیلیپین. شهر مانیل فیلیپین آخر. مرسی که این رو دیدیم بچه. آخرش با یه روزایی تمام. یه چیزی ناراحتی داریم. حالا هموطن پرچمت رفت بالا اگه ساکن این شهرهایی. بیا حالا هی تعریف. نه بهترین شهر این. چرا ما چهارمیم؟ ما بعد اول میشونیم. مرسی بچه ها که ویدیو رو دیدین. لایک کنین، کامنت بذارین. ممنون میشیم ازتون. این 197مین ویدیویی بود که ما داریم تو کانال میذاریم. که یه دونه از اینا وایرال بشه و ما دیگه درس و مشق و کار زندگی بذاریم کنار فقط بشینیم اینجا. ما داریم زحمت میکشیم. تو نمیدونی چه بلایی سر ما اومده. کار جان من هست نکنی یا بذار باشه. دیلیت نکنی یا. مرسی که نگاه کردی. دیلیت نکن. مرسی که نگاه کردی. منو سانسور نکن. ایوه اناس بگید من اینقدر سانسور نکنه. مرسی که نگاه کردیم بچه ها. دیلیت نکن. خواهش می‌کنم. 好的，飞。